ببین چه خوشبختی. چه کی میخواد سر عقل بیاد؟ سری قد باقلوا رو خورد کرده بودی. وقتی میخوای باقلوا رو بذاری توی ظرف دقت کن باقلوا رو درست بذار. خورد نشه چون داری مهمونا. اون درست و تمیز باشه توی ظرف. آن بچه هست شرکای فدایی خلق مسئولیت سوءقصد بزدلانه شب گذشته به پاسگاه را بر عهده گرفتند. وزیر کشور قول داده است که هر گونه تلاشی را برای برهم زدن نظم قلقم میکنه. دنیا خودش پر رازه. و تو فقط سرت تو کتابت. منم قرار به زودی بخشی از این دنیا بشم. خیلی زود میفهمی که دانشگاه سوئیس با ایران فرق میکنه. عزیزم، چرا نمیری تو هم قبل اینکه مهمونا برسن؟ کجا؟ بخشی؟ گم شدی؟ ما همه اون یه جورایی گمیم. آخه دیدم تنهایی؟ مثل خودت. آره اما تو... چیه؟ چون زنم از دست شما بالا شهریه بچه ننه. البته همه که نه. مال کجایی؟ یه جایی که مطمئنم تو عمرت نبودی. هدایت رو دوست دارم. خیلی تون رو نیست اما واسه شروع خوبه. اسمت چیه؟ بیژن. مثل بیژن جزنی. نمیشناسمش. بایدم نشناسی. چگوارای ایرانه. اوه چه عالی، یه چپیلا بود. هیچ وقت از چیزی که میترسی فرار نکن. سلام مادر جون. سلام عزیزم. خیلی خوشوقتم. خیلی خوش اومدی. مرسی.
حالتون چطوره؟ سپاسگزارم. حال زیباتون چطوره؟ خوبه، سلام، میرسون آخر من. رضا جون؟ بیرون سیگار میکشن. خب من شما خانم رو تنها میذارم. مرسی. خوبی عزیزم؟ چه قشنگیه. خلوت کردی؟ محمود خان، بالاخره تشریف آوردی. بفرمایید، خواهش میکنم. احوال شما؟ متشکرم. چه خبر؟ خب من باید سلام اعلی حضرت رو به شما ابلاغ کنم. ایشون در جریان هستن که خانواده ما ممکنه با هم وصلت بکنن. چالی. ببین من رو حرفم هستم. داریوش مهرجویی با اختلاف از تمام این کارگردانای آمریکایی بهتره. همونجوری که هایده از گوگوش بهتره. اصلا نمیتونی دو تا رو هم مقایسه کنی. چرا؟ بی‌ادب نباش. یه سری هنوز تو 1400 سال پیش گیر کرده. چرا اینو میگی؟ مگه میشناسیشون؟ اونا هم باید دنبال پیشرفت باشن. مثل تو. مثل من؟ آقای بیژن، تو تنها چیزی که از من میدونی فعلا اینه که هر دومون کره سینمایی. بریم تو آب. شوخیت گرفته؟ بیا بیژن. پیشرفت. من از رفت به این زودی؟ آزادی یعنی این. میدونی چه هم خوش وقتی؟ دوست نداشتی الان مام تو مهمونی به اون بزرگی تو تخت جمشید بودین؟ عزیزم، من همسر مرد تو سایه‌ام. آخه همه که قوم و خویش شاه نیستن. ایشالله همه چی به زودی تغییر میکنه. جشن عروسی پسرت خیلی باشکوه میشه. حالا میبین. خواهر من یه اشراف زاده است. مثل یه اشراف زاده هم بزرگ شده. جنوب شهر همه این کارو میکنن؟ آره همه. من تو خیلی با هم فرق میکنیم. وقتی داشتیم قلب میزدیم رو شنای اینا رو نمیگفتی. بس میگی. من شرط میبرم تو فقط تابستونا اینجا میبره پیدات میشه. چرا اینو میگی؟ من میدونم تو کی هستی بیژن. میدونم هم که بابا تو دربار کار میکنه. فکر میکنی انتخاب دیگه ای داشتم؟ هممون اینجوری هستیم. تو شاه از نزدیک دیدی؟ آره، یه بار. واقعا؟ چیزی هم از دست ندادی. همش شوه. گفتن شاسونه. تو که برمیگردی به خاویار خوردن و غذای فرنگیت.
آخرم باید برم گوشه اتاقم بشینم به صفحه موسیقی و کتابا سرمو گرم کنم، حواسمو پرت کنم، دهنمو با کمونیست گفتن نجس نکنم. بعدش هم باید وایسم پسر قصاب سر کوچه بیاد اجازه‌مو از بابام بگیره چایمو بخوره. تو فکر میکنی ایران من و تو مثل همه؟ اولا من خاویار دوست ندارم. دوما تو خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنی انتخاب داری. بهت قول میدم. راست میگی، ثابت کن بیشم. چجوری؟ بیا همدیگر فردا شب دوباره ببینیم. چرا شب حالا؟ میتونیم ستاره ها رو نگاه کنیم. یا چه میدونم، هر چی که اجازه نداری اینجا انجام بدی دیگه. من بابام دو ساعت الان منتظر خودم نگه داشتم. مثل بچه ها. خب مرد باش. بیا نه شب همدیگه رو ببینیم دیگه. باشی. پس منتظرتم. عزیزم. به سلامتی این که دوستی های این خانواده بیشتر سلامتی. به سلامتی. سلامتی. پسرم. چه بهتر. محمود جان. بیژن. خواهر محموده. ندا، هزار ماشالله. چقدر به هم میای. باعث میشه دوستی ما هم محکم تر بشه. فقط بیژن جان دست و دلت نلرزا، والا کلات پس مرکه. این چشه؟ رضا بیژن نگاه، فکرم حوصله‌اش سر رفته. عزیزم حوصله‌تو سر بردی؟ معلومه که نه. بیژن مثل ماه میمونه. نه؟ حداقل خوبه که بیژن پیش شماست با این افکار عجیب و غریب این روزا تو دانشگاه که به خورده بچه‌ها میدن. کمونیستا، آشوبگرا. اینا فقط این مشت محکم لازم دارن همین. مثل اون مردی که قهرمان قلابی مصدق. آخه کی با بریتانیا کبیر در میافته؟ آمریکایی‌ها خوب حقشون رو گذاشتن کف دستشون. واسه شما راحت این حرف رو زدن. اصلا شما راجع به اونا چی میدونی؟ بیشا؟ رامین باشد. بیژن بابا تو ناراحت کردی. معذرت میخوام، منظور بدی نداشت.
عاشق این آهنگم. باید ماشین برم. کجا؟ باشه دیگه. همچنان تو منتظرتم عزیزم. بابا؟ وقتی یه مرد عاشق خانوادشه وقتا مجبور میشه تصمیم های سخت میگیره.